اخراج دو تن از اساتید دانشگاه‌های شریف و شهید بهشتی در بهمن ماه امسال بسیار پر سر و صدا بود. همچنین چندی بعد دکتر رضا امیری یکی دیگر از اساتید دانشگاه تهران نیز اخراج شد. دکتر بیژن عبدالکریمی نیز چندین ماه پیش از دانشگاه آزاد کنار گذاشته شد. کنار گذاشته شدن این افراد که ظاهراً مشابهتی با گفتمان رسمی ندارند، این شایعه را به وجود می‌آورد که دولت حاکم قصد تصفیه حساب سیاسی با نخبگان غیر همسو را دارد. البته گفتنی است که در سالیان پیشین و در دوره دولت اعتدال نیز این اتفاقات مسبوق به سابقه است. مرور اتفاقات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال گذشته و اخراج اساتید معتقد به گفتمان انقلاب این موضوع را روشن می‌کند. صرف نظر از اینکه در چه دوره‌ای و با روی کار آمدن چه دولتی این اخراج‌ها صورت گرفته، این پرسش طرح می‌شود که اساساً چرا نیروهای سیاسی در دانشگاه به عنوان نهاد رسمی علم دخالت می‌کنند. پدیده اخراج، تصفیه حساب، کنار گذاشتن‌ها بیش از اون که یک مسئله سیاسی باشه یک مسئله اجتماعی. البته نهاد سیاست به خاطر شرایط خاصی که در کشورهای مثل ما داره در واقع این بستر رو فراهم میکنن، یا نسبت به این بستر سکوت میکنن، یا گامی در جهت مبارزه با این بستر بر نمیدارن. به این معنا من نهاد سیاسی رو مورد نقد قرار میدم، اما میخوام بگم صرفا مسئله سیاسی نیستش و حتی فراتر از یک مسئله اجتماعی است، بلکه اون رو باید یک مسئله تراژیک انسانی بدونید. فقط کافیه خودتون رو شما با ساختار همسو کنید، فقط کافیه خودتون رو با ساختارها همسو بکنید. در کشور ما کافیه فقط این دکمه رو ببندید، یه چپیه بندازید، یه ریش بذارید، یه انگشتر عقیق بگذارید، بعد ایشون میشه مسئول حراست، ایشون میشه مسئول اطلاعاتی، ایشون میشه مسئول امنیتی. صلاحیت های تربیتی لازم رو نداشته، نه با ارزش های شیعه آشناست، نه با ارزش های اسلامی آشناست، نه با ارزش های انسانی آشناست. و همه ساختارها در واقع به یک ساختار اطلاعاتی امنیتی به اصطلاح نیازمندن. و اتفاقا افرادی که در واقع جز افراد شاخص نیستن در واقع رخنه میکنن و اینها ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های یک دین بزرگ مثل اسلام، ارزش‌های بسیار متعالی مثل ارزش‌های شیعی رو همه رو قربانی می‌کنن. این ربطی به ایران هم نداره. یک مسئله جهانی است، یعنی من این مسئله رو. بعد اینا پشت گفتمان انقلاب پنهان میشن. اگر گفتمان حاکم بر ایران گفتمان مارکسیستی بولشویکی بود، اینا بولشویست بودن. اگر به اصطلاح گفتمان مسیحی بود، اینا مسیحی بودن. این گفتمان ناسیونالیستی بود، اینا ناسیونالیست بودن. ما اگر میخوایم امروز بریم سراغ کسی، سراغ فلان استاد واقعا با سواد با افکار مخالف، واقعا با سواد نشانه داره با افکار مخالف اصلا انقلاب اسلامی، ولی دست کم دلسوز نسبت به ایران که حداقل درسشو بلد درست بده. حالا تو همین کیسای اخیر من دو تا اسم لااقل بزنم میرسه که به نظرم این بی‌سلیقگی رفتن سراغ و سراغ فلان استاد بی سوادی که نه دانشجو قبول داشته، نه بقیه اساتید قبول داشته، نه دانشجو دکتری میفهمنش، نه سوادی داره، نه درسی بلده بده، نه دینی داره، نه انقلابی رو، و اونا رو ول کرد. بعد که بعضی مسئولیت هم داره. اما آدم من میخوام بگم اول بعد رفت مسئله اساسی اینا تو همین مسئله که اخیرا خوشونام به نظر نمونه های اینا بودن. این آدم پروژه بگی، یعنی آدم سفارشی، یعنی آدمی که بری ته حیات میشدن همین آقا رو ببینی هیچ بعید نیست با ان تا سفارشه. دانشگاه محل یارگیری قبیله های سیاسی شده است و پس از تصاحب قدرت جناح پیروز سعی بر حذف نیروهای غیر همسو می کند. با توجه به نفوذ قبیله های سیاسی در دانشگاه ها و سیاسی کاری هایی که منجر به حذف برخی نیروهای مستقل می شود، آیا نهاد علم باید مستقل از سیاست باشد؟ اهالی دانشگاه و آکادمی موضع سیاسی داشته باشن، این ضروریه. یعنی اگر جامعه بخواد روند معقولی رو طی بکنه، علل اصول باید
اهالی علم حرکت سیاست رو تعیین بکنن و مشخص بکنن که سیاست چه مسیری رو حرکت کنه. معقولم همینه، تو جامعه ما هم همین توقع میره. در درخواستی هم که مقام معظم رهبری از آکادمیسیان ها دارن، از دانشگاهی ها دارن که در سیاست مشارکت کنن، دخالت کنن، این مد نظره، یعنی یک برداری از دانشگاه به سمت سیاست باشه، نه برعکس. نکته مهم، اگر سیاسی کاری به معنای این باشه که نهادهای سیاسی مثل مثلا احزاب، اونها توی هر صورت که دانشگاه دخالت بکنن، اونها بخوان از دانشگاه به عنوان ابزاری برای پیش برده اغراض سیاسی خودشون استفاده کنن، اینه که بده. به جای اینکه دانشگاه به سیاست بگه چه کن، احزاب سیاسی یا اخیراً اینم پدیده جدیدیه، بنیادهای خارج از دانشگاه سعی میکنن دانشگاه رو تحت کنترل بگیرن. بنیادها منظورم یه چیزایی مثل راکفلر که داره کم کم درست میشه. این هیچ وقت، حداقل توی حدود 300-400 سال اخیر که دنیای مدرن شکل گرفته، این یه اسطوره بوده در مورد جدایی علم از ارزش یا جدایی علم از سیاست، ولی در عمل هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. بنابراین مسئله این هست که یکی از عوارضی که متاسفانه باهاش مواجهیم همین اسطوره علم فارغ از ارزش، علم جدا از سیاسته. واقعیتش این است که هیچ دانشمندی نمیتونه بکنه که میتونه کار علمیشو بدون در نظر گرفتن دلالت‌های ذهنی اون کار برای جامعه و سیاست انجام بده. ما با یک جریان دیکتاتوری در دانشگاه مواجهیم، بحثی توش اصلا به نظر من نیست، ولی مهمه کدوم دیکتاتوری رو مواجهیم. اولین اشکالی که من در واقع در مورد این سوال دارم اینه که کأنه مسئله ما اینه که خیلی محدودیت جدی الان وجود داره ناظر به اساتید مخالف مبانی فکری انقلاب اسلامی، مخالف اصل دین، بعضن فضلن از نظام جمهوری اسلامی امثال اینها، و حالا الان فقط در مورد اینها داره یک تنگی های و تنگ نظری ها و مثلا سخت گیری های خیلی جدی مثلا هیچ گرفته میشه و هیچ کس هم نیست به داده این مضمون برسه. چرا نبینیم که تو همین دانشکده در واقع علوم اجتماعی دانشگاه تهران سال گذشته چه کسی هست شدن؟ با چه نگاهی؟ چرا؟ اساساً استادی که در مزان مقام تربیت جوان این مملکت هست تو دانشگاه خوب ما، خیلی چیز عجیبیه که صلاحیت تربیتی و فکریش باید بررسی بشه. خیلی چیز عجیبیه که باید تو این مقام اتهام مورد پایش دائمی باشه، نه با یه نگاه بسته امنیتی چجوری که حالا یه کسی در فلان قضیه نظر سیاسی مخالف داشته، خود داشته چه اشکالی داره، یه حرفی زد سری یه انگی روش بچسبونی و بخواهیم حذفش کنه، ولی اون طرفش هم صادقانه ببینیم. معلوم نیست کسی که در مقام تربیت جوانای مملکت متناسب با اصولی که اهدنامی ملی و میثاق ملی همه مردم، یعنی قانون اساسی، باید صلاحیتای داشته باشه. فرض کن اصلا رهبری هر چیزی بگن یا نگن، شما قانون اساسی میثاق ملی عموم این مردم دیگه، افرادی هستن که اینها در واقع با هر ساختاری میسازن، اینا تکنوکرات ها و بروکرات ها هستن، مهندسینی که، ولی مهندس که میگه حتما نه که مهندس باشه، ولی ساختار تکنوکرات بروکراته، و اینا پست های حساس اجتماعی رو میگیرن و برای حفظ این میز، برای حفظ این در واقع قدرت که دلار داره، پول داره، موقعیت داره، رئیس دانشگاهی که ماهی 80 میلیون تومان میگیره و میاد به عبدالکریمی که مثلا فرض کنیم ماهی 8 تومان 9 تومان کف دستش میذارن، دستور اخراجش رو میده برای اینکه اون 80 تومان رو نگه داره، برای اینکه امکانات اجتماعی رو نگه داره، و ارزش های انقلاب، ارزش های اسلامی، همه اینا ابزاری است برای حفظ قدرت. فرزندانشون خارج از کشوره، نمیدونم
دوتا تابعیتی هستن، اصلا در عالم غرب در واقع دارن تنفس میکنن، به ارزش های انقلاب هیچ تعهدی ندارن. و عبدالکریمی که تمام زندگیش رو برای این جامعه گذاشته، عبدالکریمی هایی که تمام زندگیشون رو برای این فرهنگ گذاشتن، میاد دستور میده عبدالکریمی رو اجازه ندید وارد دانشگاه شه. اینقدر ابتذال، اینقدر وقاحت، اینقدر وقاحت. چرا؟ فقط برای حفظ موقعیت. اینا منافقان جدید، اینا منافقان جدیدن که خطرشون منافقینه به اصطلاح اوایل انقلاب، این سازمان مجاهدین خلق بسیار به مراتب خطرش بیشتر. دار اجتماعی شکل میگیره که هم بچه های انقلاب قربانی میشن، هم بچه های خون بسیج قربانی میشن، هم سپاهیان غیر راندخار به اصطلاح پاک قربانی میشن، هم خانواده شهدا قربانی میشن، هم نیروهای اصیل ملی که دل به این کشور سپردن، همه قربانی میشن. و یک فضای، یک فضای در هم تنیده، یک کلاف سردرگمی پیدا میشه که نمیشه باهاش برخورد کرد. یعنی شما با یک فرد مواجه نیستی، با یک اداره مواجه نیستی، با یک ساختار اجتماعی مواجه میشید. صرفا مسئله سیاسی نیست. رهبر معظم انقلاب به کرات از لزوم برپا کردن کرسی‌های آزاداندیشی سخن به میان آوردند. همچنین ایشان توجه ویژه‌ای به امر تربیت جوانان و پرورش نیروهای معتقد به مبانی انقلاب و اسلام در دانشگاه‌ها داشتند. حال سوال این است، آیا باید در دانشگاه‌ها به افرادی که تعلق خاطر چندانی به گفتمان انقلاب اسلامی ندارند کرسی اختصاص داد؟ خیلی سریع عرض بکنم، تو چهره های علمی و سخندار حتی ضد مکتبی، ضد دینی حتی بزن، ما حتما تو دانشگاه، خصوصا در شرایط فعلی که حتما ما باید از اینها برای کرسی های علمی استفاده بکنیم. ولی یک بچه قالب تربیتی دانشگاه داستین آدم ها نباشه، شوخی نداری، شما اجازه نداری بعضی جاها عقلا بعضی جاها شرعا نگاه میکنه به عرف اون چیزی که حتی میگم میثاق ملی این مردم، این قانون اساسی به شما اجازه بده که پول این مردم، پول این مملکت خرج چنین تربیت هایی بشه. ولی اینکه ما تو فضای علمی، فضای اندیشه‌ای باید بتونیم آزادانه با نظرات کاملا مخالف اینها مواجه بشیم، استفاده بکنیم، فضای دانشگاه چنین کششی رو داشته باشه و بنا نیست اینا رو بریزیم بیرون. خصوصا اون طرف میگم چهار تا آدم میگه یه قیافه های ظاهر الصلاحی دارن، یه قیافه های مذهبی دارن و سواد کافی ندارن جایگزینش کنیم، مشخصا نباید این کار کرد و مقصود این نیست. باید یه تدبیری کرد توی لایه از کرسی های علمی اینها استفاده بشه، توی لایه تربیت هم خیلی. و میگی آقا خب حالا چیکار کنیم وقتی استاش بکنی اصلا تربیتی هم داره؟ خیلی خب، نتیجش اینه که بل قلبه نباید این باشه، نتیجش اینه که تو اون بحثای علمی تیزشون، تو وجوه اندیشه مخالفشون، باید جایگاهای درست بکنی که با یک گفتگوهای دو طرفه، نه یک تریبونهای یک طرفه که الان عمده دانشگاه هم اینجوری، یک تریبونهای یک طرفه خلاف اسلام، خلاف خدا، خلاف پیغمبر، خلاف میگه انقلاب و نظام، اینا اصلا نمیرسه به نفع آمریکا، به نفع دشمن مطلق این مردم فلان حرف زدنه. نه، این تریبون های دو طرفه ای تو بسترشو فراهم کن تا اونجا بتونی حرفا بزنی، تو جای دیگه نه درس تو بده. اگر قرار مارکس رو بگی، مارکس رو بگو تا دقیقاً بگو، ازش هم تو ته دفاع کن، ولی نه یه طعنم بزن سر رابعه انقلاب. بعد چه نه گره تو کلاس درس جایی نیست، کرسی آزمایشی جایی این هست، یعنی محمد خودش رو میخواد و اون محمد لزومی که بسته است فهم نه. بنده گفتم کرسی آزاد فکری رو در دانشگاه ها به وجود بیارید. خب شما جوان ها چرا به وجود نیاوردید؟ شما کرسی آزاد فکری سیاسی را، کرسی آزاد فکری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیارید. چند نفر دانشجو برن اونجا حرفشون رو بزنن، حرف همدیگه را نقد کنن، با هم دیگه مجادله کنن، حق اونجا خودش رو نمایان خواهد کرد. حق اینجوری نمایان نمیشه که حالا یک کسی یک انتقادی رو پرتاب بکنه، اینجوری که حق درست فهمیده نمیشه. این ایجاد فضای آشفته ذهنی با لکفازی ها هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی کنه. شما تجربه این پدر پیرتون رو در این زمینه داشته باشید. اونی که کمک میکنه به پیشرفت کشور آزادی واقعی فکرهاست، یعنی آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هویدنجال نترسیدن.